اگر مشکلات جدید برای خود ایجاد نمی کنید، پس اقدامات کافی انجام نمی دهید. دریافت انتقاد نشانه مطمئن از آن است که شما در مسیر خوبی هستید. گرانت کاردون، متولد 21 مه 1958، یک کارآفرین موفق و نویسنده است که در حرفه خود به موفقیت‌های خارق‌العاده دست یافته است. نقل قول‌های او در میان کسانی که جویای موفقیت هستند، محبوبیت زیادی دارد، زیرا سخنانش منبع بزرگ از الهام، انگیزه و توصیه‌های عملی برای آنهاست. در این بخش می‌پردازیم به سخنان فوق‌العاده انگیزشی وی. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. کم تخیل همراه با کنش عظیم تا حد زیاد کمک می کند. هدف بالاتر از پول داشته باشید. متفکران پیشرو کپی نمی کنند. آنها رقابت نمی کنند. آنها خلق می کنند. من ترجیح می دهم در انبساط بمیرم تا در انقباض. ترجیح می دهم در هل دادن به جلو شکست بخورم تا به عقب نشینی. با واقعیت بسنده نکنید، روی پتانسیل خود تمرکز کنید. بی پول به دنیا آمدن مشکل نیست، مشکل بی پول ماندن است. پدران اولین انگیزه دهندگان هستند. شما زمان و پول ندارید، زیرا زمان و پول خود را سرمایه گذاری نمی کنید. استراحت نکنید و متوقف نشوید. با ارزشترین تراشه هایی که در اختیار دارید، طرز تفکر، اقدامات، پشتکار و خلاقیت شماست. موفقیت باعث برکت کسانی می شوند که بیشترین توجه را به آن دارند. انتقاد چیزی نیست که بخواهید آن را اجتناب کنید. در عوض این همان چیزی است که شما باید انتظار داشته باشید که زمانی که شروع به حرکت می کنید به سراغ شما بیاید. شما زندگی موفق در احاطه افراد منفی نخواهید داشت. زود حاضر شوید، با مردم با احترام رفتار کنید و در بالاترین سطوح عمل کنید. تا زمانی که دنیا نتواند شما را انکار کند. عظمت شما فقط با سرمایه گذاری هایی که روی خودتان انجام می دهید محدود می شود. شک دشمن شماست. آسایش بیشتر از مجموعه همه زندان ها زندانی می کند. افراد ثروتمند تصادفی ثروتمند نمی شوند و افراد فقیر تصادفی فقیر نمی مانند. دنیا قرار نیست بیاید و رویاهای شما را محقق کند. بگذارید بقیه هر کاری را انجام دهند، در حالی که شما هر کاری که لازم است انجام دهید. کوچک اندیشی همیشه به هر طریق مجازات می شود و خواهد شد. من وقت ندارم، بزرگترین دروغی است که به خود میگویید. موفقیت نتیجه پول درآوردن نیست، پول نتیجه موفقیت است. وسواس داشته باشید یا متوسط باشید. داوطلب شوید و آن 1 کیلومتر اضافی را که هیچ کس داوطلب طی کردنش نیست بروید. هرگز اهداف خود را کوچک نکنید، اقداماتتان را افزایش دهید. فقط به دنبال پول در آوردن نباشید، بلکه تفاوت ایجاد کنید. همه رویاهای شما درست در آن سوی ترس‌های شما قرار گرفتند. در رویا زندگی نمی کنم، بلکه حد اکثر تلاشم را می کنم تا آزادی را ممکن سازم. اقدامات و اهدافتان را 10 برابر کنید. در این صورت به هر آنچه بخواهید خواهید رسید. برای استراحت بدن می خوابید و برای تبدیل کردن رویاهای خود به واقعیت از خواب بیدار می شوید.
اهداف شما باید به اندازه بزرگ باشند که مشکلاتتان در مقابلشان رنگ ببازد. اگر انرژی و منابع خود را روی دیروزتان سرمایه گذاری کنید، از ساختن آینده‌ای که سزاوار آن هستید، باز می‌مانید. موفقیت یک شغل تمام وقت است. بدون وجود افراد که از شما نفرت دارند، نمی‌توانید به حداکثر پتانسیل توانایی‌های خود برسید. اگر هدف برای زندگی خود تعیین نکنید، به هیچ جا نخواهید رسید. با پرواز کردن در محدوده رادار هرگز به جای نخواهید رسید. افراد بلند همت همواره توسط کسانی که تسلیم شده اند مورد انتقاد قرار می گیرند. شما طوری به خواب می روید که گویا ثروتمند هستید. من طور از خواب بیدار می شوم که گویا یک ورشکسته هستم. موفقیت شما با نیازتان به دوست داشته شدن توسط همه افراد به خطر می افتد. کار را انجام دهید که دیگران از انجام آن امتنا می کند. هرگز اهداف واقعی بینانه تعیین نکنید. شما می توانید بدون مشخص کردن اهدافتان هم به یک زندگی واقعی بینانه برسید. سرمایه گذاری در علم همیشه بیشترین سود را در بر دارد. بدیهی است که یک شخص در آن زمینه هایی که بیشترین توجه را به خود اختصاص می دهد و بیشترین اقدام را انجام می دهد، برتر خواهد بود و بهترین عملکرد را خواهد داشت. برای حفظ اشتیاق خود باید اهداف خود را به اندازه کافی قابل توجه کنید که توجه شما را به خود جلب کنند. نگرش یک انتخاب است. هرگز چیزی را کم نکنید، هرگز عظمت را کم نکنید، هرگز جلوی اسب بخار خود را نگیرید و هرگز برای جاه طلبی انگیزه و اشتیاق خود محدودیت قائل نشوید. یکی از تفاوت‌های مهم بین افراد موفق و ناموفق این است که اولی به دنبال مشکلات برای حل کردن است، در حالی که دومی تمام تلاش خود را برای اجتناب از آنها می کند. کاردون می گوید انسان هوشیار 4 چیز را از دیگران پنهان می کند. مشکلات زندگی خود را از نظر افراد منفی به دور نگه می دارد. اهداف طولانی مدت خود را تا زمانی که به آنها نرسیده باشند آشکار نمی سازند. تنها افراد را در کنار خود نگه می دارند که همسو با اهداف آنها باشند. و 4 تنها به دنبال این هستند که از طریق عمل کرد خود شناخته شوند. خب، از اونجایی که سخنان گاردون تا همینجا بود، برایتان پیشنهاد میدهم سخنان و جملات ارزشمند رابین شارما را از کانال ما مشاهده کنید. تا ویدیوی بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.